الحسنى و او از این وسایل استفاده کرد تا چون به غروبگاه آفتاب رسید پنداشت که خورشید در چشمه گلالودی می نشیند و در نزدیک آن قومی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، تو می توانی ایشان را مجازات کنی یا با ایشان از در نیکویی پیش آمد ورزی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. گفت اما کسی که ستم کرده باشد او را مجازات خواهم کرد، سپس چون به پروردگار خیش بازگردد خداوند او را مجازات شدیدتری خواهد کرد. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما هر كه إيمان آرد و نیکو کاری ورزد پس پاداش نیکو خواهد داشت و به او دستور آسان خواهم داد. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وباز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا اینکه به خواستگاه آفتاب رسید. آفتاب را چنان یافت که بر گروهی که میان ایشان و میان آفتاب هیچ حائل قرار نداده بودیم برمی آمد و این چنین بود و ما به آنچه به دسترس او بود کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وباز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا چون به میان دو کوه رسید در آنجا مردمی را یافت که به فهم سخن نزدیک نبودند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتند أي ذو القرنين، یاجوج و ماجوج در زمین فسادکارند، آیا امکان دارد که با تو مزدی بپردازیم تا میان ما و ایشان سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین گفت دسترسی را که پروردگارم در روی زمین به من داده است از مزد شما بهتر است، پس مرا به نیروی خیش یاری کنید تا میان شما و میان ایشان سدی بسازم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تخته های آهن را به من بیاورید. تا آنگاه که اردو کرانه کو برابر شد گفت آتش بزرگ در کنار این توته های آهن بیافروزید تا چون آن تخته های آهن را آتش افروخته گردانید. گفت به من مس بیاورید تا بر آن دیوار این مس گداخته را بریزم. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. پس دشمنان نتوانستند بر آن بالا روند و هم نتوانستند آن را شگاف کنند. قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. ذوالقرنین گفت این رحمتی است از پروردگار من و چون وعده پروردگار من فرا رسد آن را هموار می گرداند و وعده پروردگار من حق است.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. در آن روز بعضی ایشان را می گذاریم تا در بعضی دیگرشان در آمیزند و در سور دمیده می شود، پس همه ایشان را جمع می کنیم. در آن روز دوزخ را به کافران به شکل گسترده عرضه می کنیم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. همان کافرانی که چشمانشان از یاد من در پرده از غفلت بود و شنیدن نمی توانستند. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدى جهنم للكافرين نزلا. آیا کافران پنداشتند که بندگان مرا به جای من اولیای خیش انتخاب کرده می توانند؟ بیگمان دوزخ را برای کافران به حیث مهمانخانه مهیا گردانیدیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگو آیا شما را به زیانکارترین اشخاص از روی عمل خبر بدهیم؟ کسانی که تلاشهایشان در زندگی این دنیا به هدر رفته و با این هم فکر می کنند که کاری نیکی انجام می دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنها کسانی اند که از آیات پروردگارشان و از دیدار او انکار ورزیدند، پس اعمالشان هبته شد و به همین دلیل در روز قیامت برای ایشان وزنی قرار نمی دهیم، یعنی قدر قائل نمی شویم. ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. به این ترتیب جزای ایشان دوزخ است، زیرا کافر شدند و آیات و پیامبران مرا به مسخره گرفتند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. واقعا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برای ایشان بهشت های فردوس به حیث مهمان سرا آماده شده است که در آن جودانه به سر برده و از آن تغییر محل نمی کنند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر بحر برای تحریر کلمات پروردگارم به حیث رنگ قرار داده شود، بگمان قبل از این که کلمات پروردگارم ختم شود بحر خشک می شود، و اگرچه همانند آن بحرهای دیگر را به حیث رنگ کمک بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.